از حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای علیزاده سلام و عرض ادب. آقای علیزاده لطفاً تحلیل خودتون رو پیرامون گزارش سال جاری وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی بیان بفرمایید. بله، ببینید، سالانه روز 27 اکتبر به عنوان روز جهانی آزادی ادیان محسوب می شود. دولت امریکا خب به عنوان کشوری که بسیار مهم هستش و جایگاه مهمی در نظام بین الملل داره، خودش رو موظف می دانه که تا پیش از فرارسیدن این موعد سالانه گزارشی رو در مورد آزادی مذهب در گوشه گوشه دنیا ارائه بده و معمولا هم گزارش بسیار پروپیمانی است و مورد توجه قرار میگیره. حرف من این نیستش که آنچه که آنها میگویند به عنوان ابزار سیاسی ازش استفاده نمیشود، نه، ای بسا از این موضوع هم به عنوان ابزار سیاسی استفاده بشود. چرا؟ چون مسئله آزادی ادیان بخشی از بحث حقوق بشر هست که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان منشور حقوق بشر بخشی از اون به آزادی ادیان می شود. حالا آزادی ادیان چیست؟ آزادی ادیان این هستش که فرد یا گروه در جلوت یا در خلوت مایل به داشتن یا نداشتن عقیده ای باشن، یعنی همه اینها رو شامل میشه، یعنی حتی اینکه شما آزادی داشته باشید که عقیده ای رو نداشته باشید. مثلا در یک کشوری جمعیت مسلمانی داره، مسیحی داره، یهودی داره، نمیخواد اون دین رایج در اونجا رو داشته باشه، این رو هم شامل میشه. و اگر که شما دینی رو دارید، در اون دین آزادی برای انجام فرایضتون، آنچنانی که خودتون میخواهید، آنچنانی که آزادی در باره این که عقیدهتون را بتوانید ابراز بکنید یا ابراز نکنید، این هم جزء همین کتگوری قرار میگیره. آزادی که کودکان از اینکه حتما تابع دین پدر مادری خودشون باشن فراهم بشود، یعنی ضرورتا کودک نبایستی راه پدر مادر خودش رو عنایت دارید که معمولا پدر مادرها روی این مسئله مایل هستن فرزندانشون تابع همون دین خودشون بشن. حالا اگه فرزندی به اون اعتقاد نرسید، خب تحت فشار خانواده قرار میگیره. این بحث آزادی مذاهب حتی شامل تغییر دین هم میشود، یعنی اینکه کسی بر آیینی متولد شده ولی بعد از مدتی میخواد تغییرش بده، این حق رو حقوق بشر براش قائل شده. همچنان که بحث این که اگر کسی کارگری است، مثلا در جایی مشغول کار هستش، داشتن دین و آیینی موجب این نشود که او شغلش از دست بدهد. اینها مواردی هستند که تحت عنوان آزادی مذهب به عنوان فاکتورهای رسیدگی میکنن، شماره گذاری میکنن در کشور فلان مثلا چقدر آزادی ادیان وجود داره، یک به یک تمام کشورهای دنیا رو بهش رسیدگی میکنن. در این خصوص دست کم سه سند بزرگ مهم جهانی هم وجود داره. یکی کنوانسیون کودک که به مسئله کودکان رسیدگی میکنه، از جمله که کودکان به خاطر داشتن دین یا نداشتن دینی آسیب نبینن، به همین بحث آزادی ادیان میپردازه. بعد از اون کنوانسیون اروپاست که در اونجا کنوانسیون اروپا هم به همین موضوع بده، و در صدر اینها و در رأس اینها و بالای همه اینها همون بسیار منشور حقوق بشر هستش که به تفصیل در اونجا در مورد آزادی ادیان بهش اشاره شده. سخنم رو کوتاه کنم و اون اینکه امریکا به عنوان یک کشور، حتی کشورهای دیگه هم هستن که چنین گزارش رو تهیه میکنن، ولی این گزارش پیشتر و زودتر منتشر میشود، مثل اینکه الان در ماه ژوئن هستیم این گزارش پیش بیرون میادش تا مورد توجه رسانه های جهان قرار بگیره. و برای روز 27 اکتبر که روز جهانی آزادی ادیان هست،
این گزارش از طرف دولت امریکا بیرون میاد. باز طرف اولم رو تکرار میکنم، اگرچه موضوع یک موضوع حقوق بشری است، اما گاهی اوقات دولت ها از اون به عنوان یک ابزار سیاسی هم استفاده میکنند. ممنونم. با تشکر از حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل که از لندن پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.